خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب انجنیران صاحب دا دو انجنیران صاحبان نه و داسې یو تیز مرور به پې وکړو. صحیح ده که نه؟ خب ما شما روز اول درباره انترفیس سیول 3D صحبت کردیم، صحیح است؟ گفتیم این قسمت به نام اپلیکیشن بتن یاد میکنه. وظیفه اپلیکیشن بتن باز نمودن اپلیکیشن منیو است و اپلیکیشن منیو مشابه منیو فایل است، صحیح شد؟ یعنی کماند های نیو، اوپن، سیف، سیواز، اکسپورت، پبلش، پرینت، روان، یوتیلیتیز، کلوز، این چیزا را در بر داره و این چیزا را معمولا ما شما در منیو فایل می داشته باشیم، صحیح شد؟ بعد از اپلیکیشن بتن این قسمت به نام کویک اکسس تول بار یاد میکنه. کویک اکسس تول بار از اینجا هم ما شما میتونیم با کماند های بسیار کاربردی سایس دسترسی داشته باشیم، مثلا نیو، اوپن، سیف، پلات، اندو، ریدو و از اینجا میتونم که دیگه کماند ها را هم ما شما دیجا اضافه کنیم، سایس اد کنیم. مور کماندز میتونیم دیگه کماند هایی که دیگه لیست نه سور هم بیاریم دیجا اضافه کنیم. هاید مینو بار، فعلا مینو بار اینجا برای ما نشان میده، ایره مشکلش من نفهمیدم، صرف یک مینویش اکسپرسش نشان میده، اینجا دیگه مینویش نشان نمیده. اگر گفتیم هاید مینو بار، مینو بار هاید میشه، حالا فعلا میبینیم مینو بار نشان نمیده، صحیح است؟ اگر از این قسمت شو مینو بار انتخاب کردیم، باز مینو بار هم نشان میده، ما صحیح شد؟ متعدد اینجا تمام مینو ها می باشن، مینو فایل، دیت، ویو، از فایل الا اکسپرس، تمام مینو ها اینجا می باشن، اینجا فقط فعلا صرف مینو اکسپرس نشان میده. یا در انستالشن از این مشکل است یا در خود صفحه از این مشکل است، صفحهش فعلا یک اندازه خوردم شده به خاطر ریکارد، سایز وقتی که باید سیدی کنکت میشه باز این صفحهش خورده میشه. و دیگه شو بلو در ریبن است که کویک اکسس تول بار پایین تر از ریبن نشان میده، این ساحه را به نام ریبن یاد میکنه، سایز اینی مکمل به نام چی یاد میشه؟ ریبن. خب میتونیم اینجا رفته و شو عبر داری بینیم بگیم نه پسی جا آمده. این ساحه را به نام کپشن یاد میکنه و نام دراوینگ را که ما فعلا دو کار میکنیم به ما نشان میتونم. اگر فرزند ما دراوینگ خود را سیف کنیم، میتونیم از کویک اکسس تول بار استفاده کنیم یا از اپلیکیشن منیو سیف و فرض میکنیم که در مای داکومنتس به نام فرستی را سیف میکنیم، سیز فرست first.dwg save and حالا اینجا نامش آمد سیست first.dwg. خب این ساحه را با نام انفو سنتر یاد میکنه، انفو سنتر و با استفاده از این قسمت ما شما میتونیم درباره کماند ها یا یک موضوع معلومات بگیریم. مثلا من لاین نوشته میکنم انتر، حالا اینجا صفحه هلپ باز میشه و ما میتونم درباره لاین معلومات حاصل کنم، صحیح شد؟ این را باز خودتان کار کنیم، انفو سنتر، انفورمیشن سنتر. دیگه ای سهره با نام اپلیکیشن کنترول بتن یاد میکنه، اپلیکیشن کنترول بتنز، ای سهره با نام دراوینگ کنترول بتنز و ای تمام ازیره گفتیم با نام میرو بار یاد میکنه. خب ای سهره با نام ریبن تابز یاد میکنن، مثلا هوم تاب، انزرت تاب، انوتیت تاب، مودیفای تاب، صحیح شد؟ به نام تاب یاد میشه، هوم تاب، انزرت تاب، انوتیت، مودیفای، انالایز. دیگه ای گروپ بندی شده، مثلا اینی ابجکت ها در یک گروپ آمدن و نامش چی است؟ پالیتس. دیگه ای ابجکت ها در دیگه گروپ آمدن و نامش چی است؟ کرییت گراوند دیتا. ای ابجکت ها در دیگه گروپ آمدن نامش چی است؟ کرییت دیزاین. یا را به نام پینل زیاد میکنن، یعنی ما خلاص گفته میدانیم که درا پینل یا مودیفای پینل، صحیح؟ یا لیرز پینل، فهمیده شد؟ و از اینجا ما شما میتونیم که حالت از یاره تغییر بدیم، مثلا مینیمایز تو پینل بتنز اگر انتخاب کنیم صرف بتن های پینل ها را نشان میده، مثلا پینل پالیتس، پینل کرییت گراوند دیتا که ما شما داشتیم، صحیح؟ حالا صرف نام هایش نشان میده، داخلش کماندایش که اصول نشان نمیده، وقتی که ما نزدیک شویم
بعد از باز اینجا برای ما تمام کلامایش که داخلش هست نمایش میده. فهمیده شد؟ دیگه اینجا مینیمایز تو پینل تایتلز داریم که صرف حتی که تصویرش هم نشان نمیده، صرف نامایش هست، صرف تایتل هایش هست، بس خلاص. پلیتز، کریت گرام دیتا، کریت دیزاین. باز وقتی که کلیک کردیم یا سرش استارت شدیم، تمام کمانده هایی که داخلش هست رو به ما نمایش میده. و دیگه حالتش مینیمایز تو تابز هست که صرف تاب ها رو نشان میده، هوم تاب، انزرت تاب، انوتیت تاب، صحیح؟ و به هر کدامش که نزدیک شویم یا کلیک کنیم، باز کمانده هایی که داخلش هست رو به ما نمایش میده. فهمیده شد انشاءالله؟ و یا این که ما شما پس اینجا رفته شو فول ریبن انتخاب میکنیم تا ریبن مکمل یا فول به ما نشان بده. دیگه این ساحه را به نام تول سپیس یاد کردیم. تمامی از این به نام تول سپیس یاد بشه. شما میتونید از اینجا کلوز بگیرید و یا پس با استفاده از پینل پالیتز تول سپیس را کلیک کنید، اتومات اینجا پس تول سپیس ظاهر میشه. از اینجا پس هاید کرده هم میتونید. از منوی جنرال هم میتونید که شما یا شو هاید. خب این ساحه را به نام دراوینگ اریا یاد میکنه. صحیح؟ دراوینگ اریا یعنی ترسیمات خود ما در این ساحه انجام میدیم. این آیکن را به نام یو سی آی آیکن یاد میکنه. صحیح شد؟ یو سی اس آیکن، یوزر کوردینیت سیستم آیکن. صحیح شد؟ یو سی اس آیکن. دیگه این را به نام ویو کیوب یاد میکنه و این قسمت را به نام نویگیشن بار یاد میکنه. خب این ساحه را به نام کمان لاین یاد میکنه و در اخیر این قسمت به نام استیتس بار. خب بعد از اینکه ما با انترفیس یا اجزای سیویل 3D آشنا شدیم، میریم بخیر شروع میکنیم اولین کار را که ما باید انجام بدیم تنظیم نمودن صفحه است یا تنظیم نمودن واحدات صفحه است. این کار را ما شما میتونیم از اپلیکیشن بتن، از اپلیکیشن منیو، دراوینگ یوتیلیتیز و دراوینگ سیتینگز انجام بدیم. سایز یعنی اینجا رفته و تنظیمات مربوطه خود تنظیم میکنیم. یا اینکه ما شما از تول سپیس استفاده میکنیم. تول سپیس در سیویل 3D بسیار زیاد کاربرد داره. تمام کارهای ما تقریبا از چی است؟ از تول سپیس است. ما از مینو، از ریبن بسیار کم استفاده میکنیم بخاطر که تمام کارها را تقریبا ما از تول سپیس انجام داده میتونیم. خب اینجا چی کار میکنیم؟ فعلا ما در پروسپکتور قرار داریم. ما شما سیتینگز رفته و دراوینگ خود، دراوینگ ما بنامی چی بود؟ فرست دراوینگ خود رایت کلیک و ادیت دراوینگ سیتینگز انتخاب میکنیم. این صفحه اینجا هم ظاهر میشه. گرفتن هدف انشاءالله؟ خب حالا اینجا برای ما اول میگه که یونیتس اند زون، یعنی ما میتونیم که از این قسمت واحدات خود و زون خود انتخاب کنیم. صحیح؟ گفتم که کره به 60 زون تقسیمات شده. صحیح؟ افغانستان در زون 41، 42 و 43 قرار داره. ما چی کار میکنیم؟ اول دراوینگ یونیت آمده، اینجا یونیت ما میترز انتخاب است. میتونیم فیت انتخاب کنیم یا میترز. در افغانستان سیستم میترز است. صحیح؟ بس ما میترز انتخاب میکنیم. دیگه امپیریال تو متریک کانورژن داریم. یعنی اگر اینجا بعضی واحدات امپیریال هم باشه، یعنی واحدات انگلیش هم باشه، وقتی که واحدات امپیریال با واحدات متریک تبدیل میکنه، از کدام نوع تبدیل استفاده کنه؟ دو نوع تبدیل داریم، یکی انٹرنیشنل فوت است، دیگه یو اس سروی فوت است. به هر سیستم که ما شما سروی انجام داده بودیم اینجا امو سیستم انتخاب میکنیم. سایز انٹرنیشنل فوت. حالا اگر ما انتخاب کنیم انتخاب نکنیم با ما کدام تأثیر نداره، به خاطر از اینکه به ازو پروژه ما با چی کار شده؟ با سیستم متریک کار شده. فهمیده شد؟ دیگه سکل یا مقیاس داره. میتونیم مقیاس 1:100، 1:200، 1:250 الا 1:10,000 انتخاب کنیم. معمولا نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:2,000 الا 1:100,000 کار میشه. و اگر ما در این پروژه خود، در این پروگرام خود کار میکنیم، شاید از 1:100 استفاده کنیم، بخاطر از اینکه ساحه از چی است؟ محدود است. صحیح شد؟ کستوم یعنی میتونیم که ما دلخواه سکیل بدیم، 1:100,000، 1:20,000. صحیح شد؟ دیگه انگولر یونیتس است، واحدات زاویه، دیگریز، گراد، ریدیانس، دیگریز انتخاب میکنیم.
skill objects inserted from other drawings. اگر ما این انتخاب این کماند انتخاب کنیم به این مفهوم است وقتی که ما از دیگر drawing ها object ها را امپورت میکنیم اوتومات skill از اون با skill که ما دیگه انتخاب کردیم match میکنه. صحیح شد؟ set AutoCAD variables to match. یعنی وقتی که ما وایریبل های AutoCAD امپورت میکنیم وایریبل های AutoCAD واحدات خود AutoCAD است واحدات خود AutoCAD سفید واحدات خود سفید AutoCAD دیگه واحدات اندازه گذاری است یعنی وقتی که ما این چیزها را امپورت میکنیم اون چیزها را هم اتومات مچ میکنه با civil3D صحیح شد؟ خب دیگه این بسیار مهم است با ما categories ما دیگه چی کار میکنیم هم دیتا و هم پروجکشن انتخاب استاد را بود انتخاب ولی امپورت اوس منگا کوم امپورت نکو کنه لاتو کارت نه نو کار انتخاب کو کنه کوم ته کوم رول نه لری کنه ز کوم لاتو کارت نه امپورت نه لری خود در قسمت categories ما شما نو دیتا و نو پروجکشن داریم یعنی فعلا نه رفرنس انتخاب شده و نه پروجکشن انتخاب شده ما اینجا رفته و سیستم UTM WGS 84 دیتا ما انتخاب میکنیم صحیح شد؟ دیجا بسیار سیستم های دیگه هم هست مثلا ما شما افغانستان هم انتخاب کرده میتونیم منتهایی را انتخاب نمیکنیم چرا؟ به خاطر از اینکه سروی ما با WGS 84 انجام شده معمولا تمام سروی هایی که انجام میشه به سیستم WGS 84 انجام میشه صحیح است؟ نظر بر رفرنس ویب سایت WGS 84 پس ما اینجا سیستم امریکایی است این سیستم اینترنشنال است ورلد جیوتیک سیستم است پس ما چی کار میکنیم UTM WGS 84 دیتا ما انتخاب میکنیم این چیزی است که اینترنشنال است در تمام دنیا از استفاده میشه و این مهم نیست که ما باید حتما این را انتخاب کنیم ما شما پروژه خود دیده که پروژه ما با کدام سیستم کار شده سروی شده او سیستم را دیگه انتخاب میکنیم گرفتین هدف سیستم افغانستان منظور از افغانستان یعنی اینطور است که هر مملکت از خود رفرنس ویب سایت داره ولی مربوط به سروی میشه اگر ما این را تشریح کنم زیاد وقت میگیره افغانستان هم یک رفرنس ویب سایت داره و یک رفرنس ویب سایتی است که او جهانی است در تمام جهان از او استفاده میشه گویا با نام WGS 84 یاد میکنه پس ما از WGS 84 استفاده میکنیم صحیح شد؟ صحیح شد؟ در کتگریز UTM WGS 84 دیتا ما انتخاب میکنیم و دیگه چی کار میکنیم؟ در قسمت Available Coordinate System آمده زون خود باید انتخاب کنیم مثلا سروی در زون 41 انجام شده در زون 42 در زون 43 حالا ما فرض میکنیم که سروی ما در زون 42 انجام شده سیست پس چی کار میکنیم؟ ما آمده ایجا زون 42 نارت انتخاب میکنیم نارت بی مفهوم است که نارت رن هموسفیر یعنی نیمکره شمالی چرا افغانستان در نیمکره شمالی موقع داره صحیح شد؟ پس ما شما زون 42 نارت انتخاب میکنیم یا ما شما از اینجا هم میتونیم انتخاب کنیم یعنی اگر فرض کنیم اینجا زون 1 انتخاب باشه زون 1 انتخاب است نه ما اینجا آمده 1 از زیر 42 میسازم اتومات خودش انتخاب شد صحیح است؟ و اینجا برای ما میگه که Selected Coordinate System Code یعنی کوردینیت سیستمی را که ما انتخاب کردیم کودش چی است؟ کودش UTM-84-42N است دیگر دسکریپشن معلومات است درباره کوردینیت سیستمی که ما انتخاب کردیم صحیح است؟ پروجکشن سیستم تصویری است یعنی از کدام سیستم تصویری استفاده کردیم از UTM استفاده کردیم دیتم رفرنس ویب سایت ما بنامی چی است؟ WGS 84 این را ما تغییر داده نمیتونیم خب این بود Units and Zone دیگه ما شما ترانسفورمیشن داره ترانسفورمیشن به این مفهوم است که ما شما میتونیم که کوردینیت سیستم را که در قسمت Units and Zone انتخاب کردیم تغییر موقعیت بدیم جا به جا بسازیم این را با نام چی یاد میگنه؟ ترانسفورمیشن صحیح شد؟ خب درباره از این دین روز صحبت کردیم و این زیاد ضرور هم نیست چرا به خاطر که ما سیستمی که انتخاب میکنیم و سیستم به حالش میمانیم نه در موقعیت از اون تغییر میاریم و نه در روتیشن از اون تغییر میاریم صحیح است؟ دیگه Object Layers است Object Layers یعنی میتونیم از اینجا بعض لیرها را آن، آف بعد در بعض لیرها پریفیکس در بعض لیرها سفیکس اجاد کنیم صحیح است؟ و civil3D پروگرام است که ای برای هر Object خودش لیر در بر داره در داخل خود مثلا اگر ما یک الیمنت کار میکنیم تمام Object های از این تمام قسمت های الیمنت هر کدامش مربوط یک لیر میشه خودش یعنی ما در AutoCAD چی کار میکردیم؟ در AutoCAD ما
برای هر قسمت جدا لیر جور میکنیم، برای ویندوز جدا لیر، برای دور جدا لیر، سیس برای وال جدا لیر. اینجا او کار نمیکنیم، او کار ما نمیکنیم. دیجا سیویل 3D خودش اتومات لیر جور میکنه. اگر ما خواستیم دلخواه یک نام بتیم، دلخواه یک کلر بتیم، او را باز ما شما انجام داده میتونه. دیگه ابریویشنز است، یعنی مخففاتی که در جریان کار ما با او روبرو میشیم. صحیح شد؟ او را ما شما میتونیم دیجا ببینیم، تغییر بتیم. مثلا برای left L است، برای right R است، برای infinity خود infinity است. صحیح شد؟ مثلا alignment end EP است. دیگه مثلا curve midpoint mid است. و شما بهتر است که اول با این ابریویشنز ها خود آشنا بسازید تا در جریان پروسه باز شما بفهمین که این ابریویشن مربوط به چی است و مشکل رو ببینید. دیگه embed settings است. embed settings از اینجا ما شما میتونیم واحدات خود تنظیم کنیم. به طور مثال دیستنس انتخاب میکنیم. یونیت یعنی واحد دیستنس چی است؟ میتر. میتونیم کیلومتر، دسیمتر، سانتیمتر، میلیمتر، فوت، انچ، یارد، مایل انتخاب کنیم. صحیح شد؟ دیگه پرسیژن یا دقت است. بعد از اشار چند خانه دقت داشته باشه؟ 3, 4, 5, 2, 1 به هیچ نداشته باشه. راوندینگ سیستم یا راوند آفش چی رقم باشه؟ راوند آف یا گرد کردن. صحیح شد؟ که از چند خانه اشار صرف نظر میکنیم. بازی چند حالت داره. راوند نرمال است که خودش قوانین راوند آف عملی میکنه، یعنی اگر از 5 کوچک بود صرف نظر است، اگر از 5 یکیش اضافه است. اگر راوند آب گفتیم، راوند آب به این مفهوم که همیش یکی اضافه شد. خدا کنه که یک کام باشه از او عددهایی که ما صرف نظر میکنیم اولش یک باشه مثلا، نه یک اضافه میکنه. وقتی که او کت میشه یک دانه اضافه میکنه در مقابلش. صحیح شد؟ یه راوند آب میگه. و ترانکیت به این مفهوم که صرف نظر، یعنی اگر عددهایی که ما ازش صرف نظر میکنیم اگر عدد اولش 8 تام باشد اضافه نمیکنه در وقتی که پورا حذف میکنه. ترانکیت خلاص صرف نظر بود. صحیح شد؟ یک بود، 8 بود، 9 بود، از بین میبره. یا مثلا ما شما برای ایریا یا مساحت همیجا واحدات داریم. یونیت سکویر میتر است فعلا، یعنی متر مربع. میتونیم سکویر فوت انتخاب کنیم، ایکر انتخاب کنیم، هکتار انتخاب کنیم. سیز سکویر کیلومتر مثلا، سکویر مایل، سکویر یارد. پرسیژن یا دقت، راوندینگ این مسئله است. یا به طور مثال پایین آمده مثلا اکسلریشن برای تعجیل فعلا چی انتخاب است؟ متر بر سکند مربع. میتونیم یک واحد دیگه انتخاب کنیم. خب بعد از اینکه شما drawing settings را تنظیم کردین، apply و okay میکنین. صحیح شد؟ فعلا صفحه چی شد؟ تنظیم شد واحداتش. صفحه آماده به ایست که ما شما میتونیم یعنی نقاط import کنیم. خب حالا ما شما میریم که چطور نقاط import میشه. خب import نقاط اینجا سه باید طوری است که اول ما خود نقاط برای شما اول نشان بتم. من اینجا نقاط آوردم براتون، چند نوع نقاط است. مثلا اول در فایل اکسلی را میبینیم، مشاهده میکنیم. سیس این points.csv وقتی که دبل کلیک کنیم در اکسل باز میشه. سیس شد اینجا سبا این نقاط را ببینیم. من اینجا پایین آمده این 1557 نقاط است. سیس شد در اول اینجا شماره نقاط است. در ستون اول چی است؟ شماره نقاط. در ستون دوم چی است؟ صحیح شد؟ در ستون سوم ای نارتنگ است، ای استنگ است و ای چی است؟ الیویشن و ای هم کود یا دسکرپشن. صحیح شد؟ در سروه ما شما یک کماند با نام کود داشتیم در توتال استیشن. صحیح است؟ او کود داره. وقتی که ما اوجا برای نقاط منصوب کنیم بازو دیجه میاد. فهمیده شد؟ پس ما شما پی داریم یا پوینت، پوینت نمبر، نارتنگ، ایستنگ، الیویشن، دسکریپشن. فهمیده شد؟ پی، ان، ای، زید، دی. صحیح شد؟ پوینت نمبر، نارتنگ، ایستنگ، الیویشن، دسکریپشن. خب اینجا سه با ایره هم شما به شکل اکسل میتونیم در بیارین و هم به شکل نوت پد.
این نقاط به شکل چی هستن فعلا؟ فایل نوتپد. اینجا ما اینه مثلا است. پوینت نمبر است. نورتنگ است. ایسترنگ است. الیویشن است و دسکریپشن است. خب پس ما چی کار میکنم؟ ما civil3D رفته نقاط ایمپورت میکنم. نقاط چی را کم ایمپورت میکنه؟ ما روش های مختلفی هست که ما نقاط ایمپورت کرده میتونم. روش اولی است که ما شما از تب هوم استفاده میکنیم. تب هوم اینجا ما شما یک کمان داریم به نام پوینتس. اینجا کلیک و از اینجا چی را انتخاب میکنیم؟ پوینت کریشن تولز. برای ما اوتومات یک تول بار با نام کریت پوینتس ظاهر میشن. از اینجا ما شما کماند ایمپورت پوینتس را انتخاب میکنیم. وقتی که را کلیک کنیم اوتومات یک صفحه با نام ایمپورت پوینتس ظاهر میشه. خب یا چی کار میکنه ما شما؟ پروسپکتور رفته، صحیح شد؟ پروسپکتور. بعد از او پوینتس رایت کلیک میکنه و اینجا میگم کریت. بازم برای ما کریت پوینتس ظاهر میشه و عینی مسئله است که ایمپورت پوینتس کلیک میکنه و دیالوگ باکس ایمپورت پوینتس ظاهر میشه. صحیح شد؟ خب و متاسفانه که فعلا دیجا نیست، ما شما از منیوی پوینتس هم میتونیم که نقاط ایمپورت کنیم. صحیح است؟ خیر باز دو سیستم دیگه براتون کار میکنم. جدا منیو داریم با نام پوینتس. وقتی که اوجه بریم پایین یک کمان از با نام ایمپورت اکسپورت پوینتس، از اوجه ایمپورت انتخاب میکنیم. خب فعلا ما از پروسپکتور استفاده میکنیم. این پروسپکتور رفته و پوینتس را رایت کلیک، از اینجا میگیم کریت. وقتی که گفتیم کریت، امپورت پوینتس کلیک میکنیم. صحیح شد؟ وقتی که ما شما امپورت پوینتس کلیک کردیم، یک دیالوگ باکس با نام امپورت پوینتس ظاهر میشه. دیجا در قسمت پایین به ما گفته که specify point file format، یعنی نوعیت فایل نقاط دیجا چی کو انتخاب. به این مفهوم که اول چی است، دوم چی است، سوم چی است، چهارم چی است. اگر ما فرضاً اولیش فعلا چی انتخاب است؟ ENZ، یعنی اگر ما این را انتخاب کنیم، این به این مفهوم است که خانه اول ما ایسترنگ است، دومش نورتنگ، سومش الیویشن و توسط چی جدا شده؟ کاما. خب از ما چی رقم بود؟ پوینت نمبر بود، نورتنگ بود، ایسترنگ بود، الیویشن بود، دسکریپشن بود و توسط سپیس جدا شده بود. فایل نوت پد دیدن نه؟ توسط چی جدا شده بود؟ سپیس. پس ما شما پوینت آمده پوینت نمبر، نورتنگ، ایسترنگ، الیویشن و دسکریپشن، منتها ای کام است، اینی جس پیس هم داره من ای را انتخاب. اکسل با چی میگیریم؟ اکسل امپورت نمیشه، باید به تی اکس تی تبدیل شد. خب نه او تبدیل میشه، ببین جناس بند مثلا پوینت هست این از جا سیو هست اینی جا برات میگه میتونه که تکست انتخاب خودش تبدیل میکنه. صحیح است؟ پس ما شما یعنی PNEZD را انتخاب میکنیم و سپیس دیلیمیتریم به این مفهوم که توسط سپیس جدا شده. وقتی که این کماند انتخاب کردیم، حالا ما شما در قسمت Selected Files باید فایل خود انتخاب کنیم. پس ما شما Import File کلیک میکنیم. Import File، وقتی که Import File کلیک کردیم، ما فایل خود دیجا insert میکنیم. این فایل ما در درایو دی در فولدر اتوکاد civil3D اینجا هستن. حالا می چی بود؟ پوینتس. اینجا کلیک میکنیم و امپورت اوپن میگیم. وقتی که اوپن میفتیم اوتومات اینجا نامش آمده. صحیح شد؟ و یک سمپلش هم اینجا آمده. تقریبا یک 20 نقاط اینجا برای ما آورد که به این شکل امپورت میشه. اولش پوینت نمبر است، بعد از اون نارتنگ، بعد از اون استرنگ، بعد از اون پوینت الیویشن و بعد از اون را دسکریپشن. صحیح شد؟ اینجا گفته که پریویو، یعنی نمونهش هست دیجا. حالا اگر ما شما گفتیم add points to point group، باز چی کار میکنه؟ این نقاط در داخل یک گروپ میبره که باز ما شما پسانی را در درس های دوم و سوم میخوریم که گروپ چی است، وظیفه گروپ چی است و چطور ما شما میتونیم که نقاط مختلف در گروپ های مختلف جای بتونیم. صحیح شد؟ فعلا ما با این من از نمیگیریم. خب و اوکی میگیم. وقتی گفتیم اوکی، نقاط به civil3D چی شد؟ امپورت شد.
حالا چون ما شما در یک نقطه از دروینگ قرار داریم و نقاط در دیگه نقطه است، ما شما برا فعلا مشاهده کرده نمیتونیم. پس چی کار میکنیم ما؟ یا اینکه از زوم اکستند استفاده میکنیم، زد انتر ای انتر، یا اینکه ما شما راسن پوینتس رایت کلیک و زوم تو میگیم. فهمیده شد؟ مثلا ما زوم تو میگیم از اینجا، حالا تمام نقاط ما را برای ما نشوند. صحیح است؟ و یا اینکه ما شما از چی استفاده میکنیم؟ مثلا فرض میکنیم که نقاط نمیبینیم، من نقاط نیست، مثلا زاید انتر، ای انتر. از این که زوم کرده میتونه میشه سازه؟ زوم خو میشه ها؟ زاید انتر، ای انتر. خب، فهمیده شد انشالله؟ حالا ما شما میریم تنظیماتی از این رو میخوانیم. یعنی فعلا اینجا سبا ببینیم که موقعیت نقاط به شکل علامه X برای ما نشان داد، صحیح است؟ و نه الیویشنش هست، نه نارتنگش هست، نه هیستنگش هست، نه دسکریپشنش هست، نه پوینت نمبرش، هیچ چیز به ما نشان نمیده. پس ما چی کار میکنم؟ ما از قسمت پوینتس گروپس all points ها رایت کلیک و از اینجا چی میگم؟ edit points یا properties، صحیح شد؟ اگر میخواستین که در پوینت ها تغییر بیارین، edit points انتخاب میکنین، این را باز میخوانیم. فعلا ما شما میریم properties را کلیک میکنیم. وقتی که ما شما properties رفتیم اینجا، حالا ما شما میتونیم که ستایل پوینت ها را یا ستایل لیول ها را تغییر بتیم، صحیح است؟ ریزیوم صحیح شد. اینجا سبا دیجا ما شما دو قسمت داریم، یکی با نام پوینت ستایل، دیگه با نام پوینت لیبل ستایل. از پوینت لیبل ستایل ما شما میتونیم که مثلا به طور مثال اگر من انتخاب کنم دسکریپشن اونلی و اوکی بگی، میره صرف دسکریپشن یا معلوماتش به من نشان میده. اونمو کد هایی که ما شما در وقت قرارداد گرفتن برش مشخص ساخته بودیم، صحیح است؟ در سروی مثلا من این نقطه را نزدیک میارم، اینه نامی ازی هست HES، مثلا بر ازی هست صحیح شد؟ فنس دور صرف کد هایش به من نشان میتیجه، بس خلاص فنس میبینیم؟ زاید انتر، ای انتر. اینجا سبتاشو پوش بپه بیخی. خب آره چی کار میکنیم؟ آره ما شما پس all points right click properties و از اینجا point level style ما شما رفته elevation and description انتخاب میکنیم و اوکی میگیم، یعنی هم ارتفاع و هم descriptionش به ما نشان میده. حالا مثلا من یک نقطه را نزدیک میارم، من هم elevation و هم description هر دویش به ما نشان میده. فهمیده شد انشالله؟ دیگه به این طریق شما میتونین که حالتهای مختلف را انتخاب کنید. مثلا اگر ما شما انتخاب کردیم elevation only، صرف elevation یا ارتفاعش نشان میده. اگر northing and easting انتخاب کردیم، northing و eastingش نشان میده، صحیح است؟ point name only، صرف نام point ها یک دو سه ای را به ما نشان میده. point number and description، number point و description. point number elevation description، point number elevation و description. مثلا من نارتنگ ایستنگ انتخاب میکنم، من نارتنگ اند ایستنگ و اوکی. حالا ببینه نه نارتنگ و ایستنگ شیجه برای من نشان میده. و یک خوبی دیگه دسکریپشن خوب آف. و یک چیز دیگه رو باز ما شما پسان میخوانیم، اگر ما خواست باشیم که هم پوینت نمبر، هم نارتنگ، هم ایستنگ، هم الیویشن، هم دسکریپشن تمامش نشان بده، این حالت ما شما دو جا نداشتیم، متوجه شده؟ بازیش این حالت خود ما اضافه میکنیم. مثلا اینجا ببینید، نه ما این تو کدام حالت را ندارم که دو جا هم پوینت نمبر باشه، هم نارتنگ، هم استرینگ، هم الیویشن و هم دسکریپشن ندارم. دیگه میبینید نه این را باز ما شما پسان میخوانیم که این حالت ما خود ما ایجاد میکنم، صحیح است؟ خب یک خوبی دیگه این سبا سیویل 3D، یک خوبی دیگه ایشی است که وقتی که شما با پوینت نزدیک میشین، اونجا تمام معلومات مربوط پوینت ظاهر میشه. مثلا نمبر، نمبر پوینت چی هست، یعنی پوینت نمبر، صحیح است؟ لیر در کدام لیر شامل هستی، دسکریپشن یعنی معلوماتش یا کولش، صحیح است؟ ایستنگش، نارتنگش، الیویشنش، گرید ایستنگ، گرید نارتنگ. و یک خوبی دیگر هم داره، لیتیتیود و لانگیتیود، یعنی کوردینیت مرا فعلا، اینی کوردینیت چی هست، این کوردینیت فعلا به سیستم یوتیم هست یا نیست،
وقتی که من اینجا نزدیک شوم برای ما یک تول تیپ ظاهر میشه. دی تول تیپ برای ما به شکل لیتیتیود و لانگیتیود یعنی به جیودیتیک کوردینیت سیستم هم برای ما کوردینات یزیرا اتوماتیک خودش تبدیل میکنه. با درجه دقیقه و ثانیه هم برای ما اینجا نشان میده کوردینیتش. میبینین اونجا نارتنگش 33 درجه 22 دقیقه و 56.38 ثانیه است. و هر دو سیستم به ما نشان میده. صحیح است؟ خوی نرسه با دیگه ما شما در پراپرتیز پوینت ستایل داشتیم. مثلا پوینت ستایل فعلا بیسیک انتخاب است. اگر فرضاً ما بنچمارک انتخاب کنم تمام نقاط ستایلش تبدیل میشه به بنچمارک. اینه این علامه چی است؟ بنچمارک است که بازی رو ما شما پسان میخونیم از طریق گروپ. ما برش میگیم نه صرف بنچمارک ها را این شکل بده و دیگه نقاط شکل بیسیک بده. یعنی از گروپ دینی صاحب باز استفاده میشه. صحیح شد؟ بنچمارک ها را در یک گروپ میاریم، مثلا سنتر لاین ها را در دیگر گروپ میاریم. هر کدامش باز جدا جدا سیتینگز جدا جدا تنظیمات میتیم. فهمیده شد انشالله؟ خب یا ما شما میتونیم فرضاً گس والو انتخاب کنیم. صحیح؟ و یک چیز دیگر را متوجه باشیم که فعلا گد و دید اینجا یک زیاد است که هیچ ما شما تفکیک کرده نمیتونیم. این با خاطر چی است؟ این با خاطر اندازه هایش است که باز ما شما میخوانیم که اندازه های زیر خرد میسازیم تا این تمامش با خوبی خوانده شود و تفکیک شود. صحیح شد؟ زیر اینتر اینتر خواهی نرسه با و اونم تقریبا لست تیره شوی بسی که کت سنگه چلا نه نه وقتش بکنه که من در سیستم مخ که را غلا بای خودیر درس مویلی دستی و سازه چپل باز کنه در دی ازام تیابل نفر را غلا بای این سالشن از این سمتی جی چرا خمکنیم؟ این سالشن از ساله است لپتاپ دار باز بیار که جا این سالشن این سالشن